دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید کتاب قهرمان سیستان بدیهی که از هر هرگز تصور نمیکرد که مقصود ماه ملک از تعریف سرگذشت جوان هراتی این بود که فکر ربودن بودن تاووس را به او تلقین کند از هر در حینی که غرق افکار و نخشه های گوناگون در اطراف تاووس و ماه ملک بود یک مرتبه سرگذشت جوان هراتی را به خاطر آورد تو خواب بود و بیدار شد چرا من این کار را نکنم میدانم که یعقوب در بد و امر متغیر و خشمناک خواهد شد ولی وقتی کلاهش را قاضی کرد و فهمید که کار از کار گذشته و تاووس به عقد شرعی من در آمده چار ایز جز تسلیم و رضا نخواهد داشت ممکن است چند روزی قهر کند و با من حرفی نزند ولی از علاقه خاصه از احتیاجی که به من دارد خیلی زود بر سر آشتی خواهد آمد در هر حال فکر رو بودن تاووس در مغز پهلوان ساده دل جای گرفت و مصمم شد هرچه زودتر آن را از قوه به فعل آورد در اینجا سوال تازه پیش می آید آیا موضوع روبودن بودن را قبلا به تاووس در میان نهد و او را با اطلاع قبلی برو باید یا اینکه اصلا حرفی به او نزند و او را قافل گیر سازد حل این مسئله مشکل بود از هر بارها از تاووز شنیده بود که وی یعقوب را سرپرست و همه کاری خود میداند و بدون اجازه و تصویب او آب نمیخورد. بنابراین اگر موضوع را به تاووز بگوید تاووز جواب را موکول به رأی و صلاح دیده یعقوب خواهد نمود. یعقوب هم مسلم است که رأی مثبت نخواهد داد. از هر سعی میکرد کرد نقشه ربودن تاووز را تکمیل کند و به صورت قطعی درآورد. ولی با اینکه تنها بود و کسی مزاحمش نبود مهازا افکار مخشوش و پریشانش نمیگذاشت تصمیم قطعی بگیرد علت حواس پرتی از هر این بود که آن دختره زیبا ماه ملک در مقابل چشمهای ظاهر میشد و با زبان بی زبانی می گفت. من شوهری می خواهم مثل تو باشد و کاش تو شوهر من بودی از هر که بنا بود آن روز هم مثل روزهای دیگر نهار را با یعقوب صرف کند به دارال اماره رفت یعقوب تازه از پذیرایی محترمین شهر که برای عرض تبریک و درود آمده بودن فارغ شده و به کار پرداخته بود رؤسای لشگری و کشوری را یکی به یکی به حضور میپذیرفت و راجب تدارکات و تجهیزات برای سفر خراسان دستوراتی میداد ظهر که نزدیک شد یعقوب کارها را موقتا تعطیل کرد و همان دم از هر به خدمتش رسید یعقوب از هر را با روی خوش و قیافه خندان استقبال کرد و پرسید تا به حال کجا بودی آیا به دیدن نامزدت رفته بودی از هر جواب مثبت داد یعقوب سوال کرد خب تعریف کن ببینم تاووس خانم در چه حال بود چگونه از تو پذیرایی کرد از هر تبسم به لب آورد و گفت حالش خیلی خوب بود و با کمال مهر و محبت از من پذیرایی نمود از طول فراخ شکفه ها نمود و از اینکه که کنان ما به تخیر افتاده اظهار تأصف کرد آنچه یعقوب از زبان از شنید مایه تعجبش گردید و از یک جهت هم باعث خوشنودیش شد یعقوب خوب به خاطر داشت که تاووس کمترین محبتی نسبت به ازهر نداشت و نامزدی ازهر را روی اجبار و بر حسب اصرار یعقوب موقتا قبول کرده بود و خود تاووس بهانه هایی برای تأخیر عقدکنان کنان تراشیده بود حال چه شده که محبت از را به دل گرفته و از تأخیر عقدکنان کنان اظهار تأسف می کند اما آنچه از گفته های از موجب خوشنودی خاطر یعقوب گردید این بود که یعقوب تصور می کرد تاووس عشق و علاقه به او را از دل بدر کرده و محبت از هر را به دل گرفته و یعقوب از خدا می خواست که تاووس دست از سر او بردارد و با از هر ازدواج کند سپس گفت اگر تاووس به تو راست گفته باشد که از تأخیر عختکنان کنان است می توانید هرچه زودتر مجلس عختکنان را برپا سازید و هر دو به کام دل برسید البته به خاطر داری که تو بعد از انجام مراسم نامزدی اصرار داشتی که بلافاصله فاصله تاووس را به عقد خود درآوری و این شخص تاووس بود که این کار را به تعویق انداخت فکر تازه ای به مغز از هر راه یافت قبل از اینکه که نقشه رو بودن تاووس را عملی سازد بهتر از موضوع تشکیل مجلس عقد را با او در میان نهد و در زم موافقت یعقوب را به اطلاعش برساند شاید این دفعه تاووس عذری نیاورد و راضی شود در اینجا از هر باز به یاد ماه ملک افتاد و بی اختیار آکشید کشید و گفت این تفلک که از خدا شوهری مثل من می خواهد با حضور در مجلس عقد کنان یا از حسادت یا از جهت یأس و محرومیت قصه خواهد شد ای کاش می توانستم او را هم به عقد خود درآورم ولی مگر تاووس می گذارد. اما خیلی ها هستند که دو یا سه بلکه چهار زن در خانه دارند وقتی از هر از خانه تاووس بیرون رفت مامل که سیمایش از شادی و امیدواری می درخشید از شدت ذوق و مسرت دست به گردن تاووس انداخت دا گفت دیدی که از هر چگونه با چشم خریداری مرا برانداز می کرد از نگاهش معلوم بود که از من خوشش آمده ولی پیداست که تو را بیش از من دوست دارد ما در اجرای نقشه خودمان خبت بزرگی کردیم و بی خود و بدون مطالعه قرار گذاشتیم که تو روی خوشی به اون نشان دهی و حتی اظهار علاقه و محبت به نمایی. رفتار و گفتار عاشقانه تو از هر را که به قول خودت در گذشته چندان مهر و محبتی از تو ندیده بود به آتیه و نیل به وسال تو امیدوار ساخت و معلوم است که تا تو هستی توجهی به من نخواهد داشت حال چه کنیم که تا از تو رو گردان شود و محبت مرا به دل بگیرد تا گفت آنچه واضح و مسلم است اینکه من حتی از دیدن روی از هر بیزارم و از خدا میخواهم که از چنگال او خلاصی یابم و نامزدی خود را با او به هم بزنم و برعکس تو عاشق و دل باخته از هری آرزو ای جز این نداری که در دل او جایی برای خود باز کنی و زن او شوی و به وسالش برسی اکنون هرچه صلاح میدانی بگو تا عمل کنم من به هر گونه گذشت و فداکاری حاضر هستم دو دختر مدتی در این زمین شور و مشورت کردند بالاخره چون این صلاح دیدن که در ملاقات آینده با اثر که مسلم بود حسب الوعد وعده ی صبح روز بعد روی خواهد داد تا وستا می تواند با کچ خلقی و ترش روی و نیش زبان از هر را از خود برنجاند. و برعکس ماه ملک تا جایی که مقتضی باشد از هر را دل رو کند و از مهر و محبتی که نسبت به وی در دل دارد سخن بگوید و خود را شیفته و دل باخته از هر قلم داد کند آن شب تاووس منتظر یعقوب بود و یقین داشت که یعقوب هم مثل خود او در آتش فراق می و شب بازوق و اشتیاق به دیدنش خواهد آمد فکر می کرد که یعقوب یک مرد کمرو و خجالتی است و حجب و حیایی که دارد مانع از آن است که نامزد یا زن آینده خود را در آغوش بگیرد تاووس پیش خود نقشه ها می که با چه حیله هایی روی یعقوب را باز کند و او را وادار به گفتگو و شوخی سازد تاووس با کمک ماه ملک تنقلات و میوجات گوناگون برای پذیرایی یعقوب تهیه کرد تنگ نقره تلاکوب را از شراب ناب پرساخ و در تاخچه گذاشت با ماه که صحبت میکرد پیاپی محسنات و خسائل عالی یعقوب را می شمرد. از اینکه نامزد و شوهر آینده اش فرمان روا می باشد برخود می بالید و به اصطلاح به ماه ملک پوز می داد. افسوس که دختر دلباخت بیخود انتظار می کشید و خود را مثل عروسی آراسته و چشم به در دوخته بود در انتظار یعقوب دقیق شماری می کرد و بی صبر و قرار بود ساعت ها گذشت و عبور و مرور در کوچه ها قطع گردید خلاصه تا وسط نیمه شب منتظر بود عاقبت مایوس شد و در بستر افتاد و تا صبح خواب های آشفته دید صبح که ماه ملک از در وارد شد با خنده و شوخی جویای جریان ملاقات دو دل باخته یعنی تاووس و یعقوب گردید تاووس روی غروری که داشت و با آن پوزهایی که به ماه ملک داده بود نخواست خود را از تنگ و تاب بیاندازد. دروغی ساخت و جواب داد که یعقوب خاجه را فرستاده و با عذرخواهی پیغام داده بود که به علت گرفتاری و رسیدگی به امور مملکت نتوانسته به دیدن من بیاید ساعتی بعد از هر که قیافش از شادی و امید میدرخشید وارد شد که بغض زیر بغل داشت طاووس در اتاقها تنها بود و با ترش روی و اخم و تخم با رو روبرو شد از خواست مثل دیروز نامزدش را ببوسد ولی تاووس با خشم و پرخاش مانع گردید از هر که منتظر بود مثل دیروز از نامزدش روی خوشی ببیند و سخنانی ها از مهر و محبت بشنود سخت متحیر شد و پرسید چرا اوقاتت تلخ است تاووس روی برگردانید و جواب نداد از هر با ملایمت و دلسوزی سؤال خود را تکرار کرد تاووس با خشم و خشونت جواب داد خودم هم نمیدانم دست از سرم بردار از هر که مشوقی را بدانسان سان خشمناک و نامهربان دید خواست با تقدیم سوقاتی های جدید دل او را به دست آورد پارچه های خوش و گران به ها را بیرون آورد و گفت نام زده عزیز بیا ببین چه پارچه هایی برایت آوردیم باید تا زود از اینها را بدوزی و برای روز عقدکنان کنان آماده سازی تاووس اعتناعی نکرد و از شنیدن کلمات نامزد و اخکنان منزجر و متنفر گردید ساکت ماند و از جای خود تکان نخورد از هر یک قواره از پارچه ها را کنار گذاشت و گفت این قواره را برای دوست تو ماه ملک خانم آوردم سپس بقیه یه پارچه ها را برداشت و آمد و روبروی تاووس نشست پارچه ها را یکی یکی نشانش داد ولی کمترین اعتنا و عکس عملی از نامزد عزیز ندید و سخت متعجب گردید روز گذشته تاووس از تأخیر عقدکنان اظهار تعصف کرده بود و از هر بیخبر از همه جا خواست تاووس را با مجده عقدکنان کنان خوشنود سازد و سپس گفت تو دیروز از تاخیر عقدکنان اظهار تاسف کردی من این موضوع را گوش یعقوب کردم و یعقوب گفت علت تاخیر عقدکنان خود تاووس بود که عذر و بهانه آورد و این عمل خیر را عقب اندازد حال اگر تاووس با انجام این عمل موافق است من مخالفتی ندارم می توانید هر چه زودتر مجلس عقدکنان را برپا سازید و هر دو به آرزوی خود برسید تاووس از اینکه نامزده حقیقی او یعقوب با عخدکنان موافقت کرده سخیه که خورد آیا یعقوب دیگر مرا دوست ندارد و از ازدواج با من منصرف شده یا این مرد نر قول را دست انداخته از هر پرسید اگر حرف و ایرادی نداری زود بگو تا من هرچه زودتر ترتیب این کار را دهم و مجلس کنان را برپا سازم تاووس تصمیم گرفت که در اولین ملاقات با نامزدش یعقوب توضیحاتی در این زمینه از یعقوب بخواهد سپس در جواب از هر گفت طوری که قبلا قرار گذاشته ایم اخکنان باید موکول به روزی شود که شما و یعقوب از سفر کشور گشایی که معلوم نیست که چند سال طول خواهد کشید به سیستان بازگردید تا آن وقت هم معلوم نیست که روزگار چه خوابهایی برای ما خواهد دید من فعلا حال و حوصله حرف زدن ندارم آن هم از این حرف ها تاووس بدون اینکه پارچه ها را بردارد از اتاق بیرون رفت از هر از طرز رفتار و گفتار تاووس غرق حیرت و تأثر گردید این آیا آن تاووس دیروزی نیست چرا یک مرتبه بدین سان عوض شد مثل اینکه نه تنها محبتی به من ندارد بلکه از رویت من هم بیزار است حاضر نیست که اسم عقد را بشنود آیا میخواهد از قیبت طولانی ما در سفر کشورگشا این نامزدی را به هم بزند و به مرد دیگری شوهر کند در اینجا باز فکر رو بودن و بردن تاووس در خاطرش تجدید شد از هر که روز گذشته آن همه مهر و محبت از تاووس دیده بود در نظر داشت که نقشه رو بودن را با تاووس در میان بگذارد و با موافقت و راهنمایی او این عمل را به پایان برساند ولی امروز که آن برودت و ترشرویی را از تاووس دید در نظرش مسلم شد که تاووس هرگز با این نقشه موافقت نخواهد کرد از هر در گرداب افکار تیر و تار دست و پا میزد که پرده اتاق کنار رفت ماهملک چون گل شکفته خوش و خندان قدم به اتاق نهاد و سلام کرد از هر با دیدن آن دختر گل ازار حالی به هم رسانید که گویی از سرداب تنگ و تاریک در آمده و یک مرتبه خود را در گلستان روح افزادید تبسم به لب آورد و جواب سلام ماه ملک را داد و بنای احوال پرسی گذاشت و پارچه را که آورده بود با کلمات دلنشین سپاس گذاری کرد از هر بی اختیار به یاد تاووس افتاد که اعتنایی با آن همه پارچه های سوقاتی نکرد و یک کلمه هم من با به تشکر بر زبان نیاورد از هر که از رفتار و گفتار آن روز تاووس دلتنگ و ناراحت بود خاص علت تغییر حال و اوقات تلخی تاووس را بفهمد و گفت امروز اوقات تاووس خانم تلخ بود چرا ماهملک قیافه ی حیرت زده به خود گرفت و جواب داد هیچ هم تلخ نبود از صبح تا حالا با من میگفت و میخندید شما از کجا فهمیدید که اوقاتش تلخ است از هر گفت امروز یک کلمه هم با من صحبت نکرد و پارچه های سوقاتی را که تقدیم کردم ندیده گرفت و نگاه هم نکرد هر سوالی کردم نیز جواب نداد عاقبت با اخم و تخم گفت حال و حوصله ندارم و از اتاق بیرون رفت ماه ملک با همان قیافه مات و متحیر ساختگی که به خود گرفته بود گفت خیلی عجیب است شما مردی هستید که هر دختری یک نظر شما را ببیند بی اختیار مثل خود من دل باخته شما می گردد اگر من به جای تاووس خانم می بودم خاک زیر پای شما را سرمه چشم می کردم تعجب می کنم که چرا تاووس خانم با مردی مثل شما که نامزدش هم هستید اینطور بد رفتاری کرده از هر پرسید به عقیده شما این بیمهری و بدرفتاری تاووز چه علتی دارد؟ ماه ملک جواب داد خدا می داند. من از دل تاووز خبر ندارم شاید از شما سیر شده و محبت دیگری را به دل گرفته قلب از هر از این جواب ماه ملک فشرده شد چندی با ماه ملک صحبت کرد و ماه ملک هر فرصتی را که در ضمن صحبت پیش می آمد مختنم شمرده و سعی می کرد وصله های زننده ای به تاووس بچسباند تاووس را یک دختر دمدمی و بیمهر و وفا معرفی کرد و خود را شیفته و دلباخته ی از هر قلم داد نمود از هر آزمه رفتن شد تاووس قیبش زد و برای خدا حافظی هم نیامد از هر با حال آشفته و منقلب خانه تاووس را ترک گفت بیمه و بیوفایی تاووس را به خاطر می آورد و از خشم و قیز و غم و اندوه به خود می پیچید لحظه ای بد سیمای دل رو بای ماه ملک در نظرش مجسم میشد و اظهارات عاشقانه و پر صدق و صفای آن دختر زیبا در گوشش صدا می کرد در دل خود محبت سرشاری نسبت به ماه ملک احساس می نمود بالاخره تصمیم قطعی و غیر مترقبه گرفت بدین معنی که برای بار سوم به دیدن تاووس برود اگر باز بیمهری و بی از تاووس ببیند همانجا فیلم مجلس نامزدی خود را با او بر هم بزند ماه ملک را که هزار بار خوشگلتر از تاووس است نامزد کند و هرچه زودتر او را به عقد خود درآورد گفتیم که تاووس طبق قراری که با ماه ملک گذاشته بودن در ملاقات دوم با کمک ترش روی و بی با از هر روبرو شد و تقریبا او را از خود راند بیش از چند دقیقه در حضورش نماند و از اتاق بیرون رفت و برای خدا حافظی هم نیامد برعکس ماه ملک با قیافه شکفته و خندان از هر را استقبال کرد عشق و علاقه ای را که به از هر داشت بدون پرده پوشی بر زبان آورد و با گوشه و کنایه گوش زده از هر کرد که شاید علت بی لطفی تاووز این باشد که مهر مرد دیگری را به دل گرفته از هر متفکر و اندیشناک خانه تاووس را ترک گفت سوء زن جانسوزی نسبت به تاووس تا اعماق قلبش نفوذ کرده بود بارها از دوستان و همسالان شنیده بود که خوشترین ساعت عمر مرد جوان همانا دوران نامزد بازی است ولی اکنون برای خود او تلخترین ساعت همان لحظات کوتاه نامزد بازی شده بود در همان حال تاووس در نظرش افرید جلوه می نمود که او را بیرحمانه می گذید و آتش می زد. ماه ملک مثل یک فرشته رحمت مرهم بر زخمش می نهاد و از آن درد و عذاب نجاتش می داد. از هر تصمیم گرفت که یک بار دیگر به دیدن تاووس برود ولی نه به قصد نامزد بازی بلکه به این نیت که تکلیف خود را با تاووس روشن سازد اتمام حجت کند و اگر باز از تاووس بی و بی لطفی دید بلقت نامزدی خود را با او برهم زند و همانجا فل مجلس با ماه ملک پیوند نامزدی ببندد آن روز تاووس با بی سبری تمام منتظر یعقوب بود آرام و قرار از کف داده و چشم به در دوخته بود راست گفته ان که انتظار بدتر از مرگ است دختر دل باخته به کوچکترین صدایی می جست و به سوی در می دوید ولی از یعقوب سنگ دل اثری و خبری نمیدید و نمی شنید و شب شد و یعقوب نیامد تا وسط نیمه های شب بیدار و منتظر بود بالاخره معیوس شد و در بسر افتاد و صبح مرده و افسرده و با اوقات تلخ از خواب برخواست نمیخواست به دل خود بد بیاورد و خیشتن را بدان دلداری میداد که علت نیامدن یعقوب کسرت کار و گرفتاری بیشمار است تصمیم گرفت که خودش بیش قدم شود و به دیدن یعقوب برود صبح زود ماه ملک آمد تاووس با کمال حیرت دید که ماه ملک از پارچه ای که روز گذشته از هر به او داده پیراهنی دوخته و آن را با پولک ها و سکه های زیبا آراسته و برتن کرده دو دختر در اطراف امیدها و آرزوهای خود مدتی صحبت کردند. آرزوی مشترک هر دو این بود که از هر دست از سر تاووس بردارد و محبت ماه ملک را به دل بگیرد تاووس گوشش به زنگ و منتظر یعقوب بود ناگهان در کوچه به شدت صدا کرد تاووس شکفته شد و گفت این یعقوب است که اینطور در میزند تاووس با همه عقیده ای که به زیبایی و رعنایی خود داشت در باطن تصدیق می کرد که ماه ملک از او خوشگلتر و دل تر است به ماه ملک تکلیف کرد که اگر کوبنده در یعقوب باشد وی به حضورش نیاید خدمتکار تاووس به تصور اینکه کوبند یعقوب است و انعام خوبی گیرش خواهد آمد به سوی درد دوید تاووس و ماهملک از پشت شیشه چشم به حیات دوختند ولی مردی که از دالان وارد صحنه حیات شد یعقوب نبود بلکه همان از هر بود تاووس که تیرش به سنگ آمده بود متغیر و خشمناک شد در مقابل ماهملک خوشحال و شادمان گردید خدمتکار جلو افتاد و از هر را به اتاق هدایت کرد از هر با اینکه تصمیمش را گرفته بود مغازا خود را بر سر دوراهی میدید که نمیدانست از آن دورا کدام یک نصیبش خواهد شد هنوز مهر تاووس را به دل داشت و از خدا میخواست که با نامزدش کنار بیاید و با همه از و اراده و تحور و شهامتی که داشت دل در سینه اش از شروعه جان میتبید در اتاق بر زمین نشست تاووس برای اینکه بی اعتنائی خود را به درجه کمال برساند مدتی مرد را تنها گذاشت و بالاخره وارد اتاق شد. چشم از هر که به نام زدش افتاد یک لحظه گذشته ها را فراموش کرد. آتش محبت در سینه از زبانه کشید. جلو آمد تا با او سخنی گوید ولی تاووس با قیز و خشونت او را از خود دور کرد و با لحن بدی گفت شما دیروز اینجا بودید. چه خبر است هر روز هر روز من از این کارها خوشم نمی آید دیروز گفتم که مرا به حال خود بگذار و دست از سرم بردار از هر گفت چرا با من که نامزدت هستم این گونه رفتار می کنی؟ من نزد تو می آیم که ساعتی خوش باشم ولی تو سعی می کنی که مرا از خود برنجانی و از در برانی و بالاخره ما دیر یا زود زن و شوهر خواهیم شد آیا آن وقت هم با من این گونه رفتار خواهی کرد؟ تاوو ساکت من و جوابی نداد از هر ادامه داد آیا از من بدت می آید؟ آیا کس دیگری را زیر سر گذاشته و محبت او را به دل گرفته ای؟ تاووس آهسته جواب داد نمیدانم. نامزدی تاووس و از هر به هم می خورد از هر صدا را بلند کرد من امروز می خواهم تکلیف خود را با تو روشن کنم نترس حقیقت را بگو و اگر کمترین محبت و علاقه ای به من نداشتی چرا راضی شدی که نامزد من باشی تاووس گفت من به اصرار یعقوب و روی سماجت خود مجبور شدم نامزدی تو را قبول کنم من که کاغذ فدایت شوم برای تو ننوشتم من اصلش مایل نیستم شوهر کنم از کلمه نامزد و شوهر هم بدم می ولی چه بکنم که باید بسوزم و بسازم آن هم محض خاطر یعقوب که مجبور اطاعت امر او را کنم و بسوزم و بسازم از هر دیگر بیش از این طاقت تحمل نیشهای تاووس را نداشت میگویند از محبت و مودت تا نفرت و اداوت یک قدم است او مردی عصبانی و قیور بود اظهارات تاووس را توهین بزرگی نسبت به خود تلقی کرد نسبت به او سخت منزجر گردید و محبتی که به تاووس داد جای خود را به نفرت و کینه داد با لحنی که حاکی از خشم و التحاب بود گفت حال که این طور است و میگویید که نامزدی مرا روی اجبار و برخلاف میل باطنی خود قبول کردید من شما را از این به بد رها می کنم از این ساعت نامزدی را به هم میزنم و این اسم را از روی شما بر می دارم. دیگر هم قدم به این خونه نخواهم گذاشت تاووس گفت پس جوان مردی کنید و به امیر یعقوب بگویید که خود شما نامزدی را به هم زدید تاووس از اتاق بیرون رفت از هر نیز که کاردش می زدن خونش در نمی آمد و قصد عزیمت نمود ولی در همین لحظه پرده اتاق کنار رفت و ماه که سیمایش از شادی و مسرت می درخشید قدم به درون نهاد و سلام گرمی داد ماه ملک در تمام مدتی که از هر و تاووس مشغول گفتگو بودن به صحبتهای آنان گوش میداد. وقتی از زبان از هر اعلام فسخ نامزدی را شنید چون گل شکفته شد و به آتیه سعادتمند خود امیدوار گردید از هر که منقلب و شوریده حال بود جواب سلام ماه ملک را داد ولی لب به سخن نگو شد با ناز و کرش می پرسید مثل اینکه امروز اوقات شما تلخ شده چه شده از هر کمی به خود آمد و جواب داد نامزدی خودم را با تاووس به هم زدم آن دختر گفت چرا از هر گفت به هزار دلیل اگر فرصتی دست داد تعریف می کنم ماه با تعجب و دلسوزی ساختگی گفت خیلی بد شد میخواهی تا دیر نشده شما را آشتی دهم از هر گفت ابدا خود تاووس هم که ظاهرا دلش جای دیگر است از خدا میخواست سیمای زیبا و رفتار و گفتار دل رو بای ماه ملک تأثیر خود را بخشید از هر حالش به جا آمد تصمیمی را که گرفته بود به خاطرش آورد و پرسید آیا تو نامزد داری؟ ماه ملک سر به زیر انداخت و مثل اینکه خجالت می کشید حرف بزند جواب منفی داد از هر تبسم به لب آورد و پرسید آیا حاضر هستی که زن من شوی؟ دل در سینه دختره تپیدن گرفت با شور و هیجان و صدای لرزان جواب داد از خدا میخواهم این یگان آرزوی من است و من از همان روز اولی که شما را دیدم دل باخته شما شدم با اینکه هیچ امیدی نداشتم نظرها کردم حال معلوم می شود خداوند مهربان به حال من رحم آورده من نظرهایم قبول شده راستی همکار خدا بود که نامزدی شما با تاووس به هم بخورد و من به آرزوی خود برسم از هر جویای وضع خانوادگی و آدرس ماه ملک شده و جواب شنید که ماه ملک پدر ندارد و با مادر و خواهر بیوه بزرگترش در یک جا زندگی می کند از هر گفت که فردا عصر به خواستگاریش رفته و نامزدش خواهد کرد و هرچه زود در مجلس عقد و عروسی را برپا خواهد ساخت گفت و نگاهی از روی نهایت مهر و محبت به روی دلارام تازه انداخت و از در بیرون رفت ماه از شادی و خوشحالی سر از پا نمی شناخت دست به گردن تاووس انداخت و او را بوسید و اشک شادی به چشم آورد و گفت خدا را شو که هر دو به آرزوی خود رسیدیم مسرت تاووس کمتر از ماه ملک بود تاووس با اینکه در ظاهر بر حسب اجازه یعقوب و محض مسلحت روزگار نامزدی از هر را قبول کرده بود مهازا از جهت یعقوب ناراحت بود و میرنجید دنیای کتاب صوتی